دوستان نهایت عزیز، بینندگان محترم، بازم سلام. امیدواریم هر جای هستین جور سلامت باشین، ایام بکامتان انشاءالله. دوستان، بازم امروز با یک برنامه هنری دیگر در خدمتتون هستیم که در این برنامه من در نظر دارم یک میزی بسیار محکم، مقاوم بسازیم و شما بیننده برنامه ما تا آخر باشین تا ببینیم ما از چی تکنیک ها روش های استفاده میکنیم تا میز ما بسیار مقاوم بیاد. خب، همونطور که میبینید من چهار تا پایه برای از میز خود در نظر گرفتیم که حدوداً حالا میز ما من در نظر میتونم 65 سانتی باشد. این هر کی به سلیقه خودش، من دوست دارم میز ما کم پایین تر باشد و اگر روی یک صندلی من روی یک چوکی بشینم بتونم راحت تر یا چیز را اونجا خورد کنیم، پیده کنیم، ریزه کنیم، برش بزنیم مثل میز آشپزی و یا برای میز کارم میشه از او استفاده کرد، استفاده شوید زیر دستید باشن و یا میتونی سفره بیندازی قشنگ با این ارتفاع سفره بیندازی و غذا بخورید. خب، همونطور که گفتم من پایه های زیر 65 سانتی رو در گرفتم، 4 تا پایه مده من قدم بریدم. اینجا به اندازه همین چوبا در نظر گرفتم نارمند بریدم. خب، برای قسمت پایین من چوبای مثل این را در نظر گرفتم. یکی چوبی بگیریم و اینجاست بله. خب، من در نظر گرفتم چوبا به این شکل قرار بگیرم. خب، به این صورت. حالا چرا من این چوب در نظر گرفتم؟ من اینجا رو برش زدم تا پایه میز ما حرکت نکنه به این بر و اون بر. و چرا من اینه از اینجا کات نکردم؟ به خاطر این من این بیشتر در نظر گرفتم تا بتونم تعادل میز ما رو بگیرم. اگر این پایه نباشه معمولا میز ما حرکت میکنه، تعادل نداره. شما سعی کنید، من سعی کردم اینجا را حدود 9 سانت در نظر بگیرم. اگر شما میخواین میزی داشته باشین که پایه‌اش اصلا حرکت نکنه و بیشتر مقاوم‌تر باشه، شما این پایه را بیشتر در نظر بگیرین، بسیار مناسب خواهد بود. خب، از 4 تا پایه، 2 تا از این چوبا بذارید زیر پا و 2 تا از این چوبا که قبلن بودم در نظر میدارید اینجا. بله، از همین تخته های معمولی من دقیقاً به اندازه همین اینجا رو بریش زدم، اینجا رو من بریش زدم و از اینکه میز ما میز کار است، اگر شما میتونید برای شما میتونید از این در هر جا برای هر کاری استفاده کنید، مثلا میز استفاده نکنید. خب، شما میتونید از این میز برای هر منظوری استفاده کنید، مثلا میز آشپزی، میز غذاخوری در خانه، حالا میز کار. و من در نظر گرفتم این چوب زیر دبل کنیم
و بازم اگر یک روکش توی سطح از افرال بیدیم خیلی خوب خواهد بود. دو پایی اینجا هست. دو پایی اینجا هست. یعنی در مجموع چهار تیکت شد رم. یک شاخی از این رو من چهار قسمت کردیم که در نظر بیردیم این رقمی کنمش بزنیم. من کار خودش رو میکنم تا ببینیم که میز ما چه شکلی خواهد آمد. شکستگیری داره این رو در نظر داریم در زیر میدهیم. Thank you.
شو بعد در نظر بیشتر می‌بینم ها اینجا تخته ما خشن بود از این خوابه دیگه اگر شما این کوتاه‌تر می‌کنید لبای تخت لبای میز تان شکننده خواهد آمد شما همیشه سعی کنید این در بیشتر در مورد بگیم برابر همین تخت‌های کاروانی همه این میدین ها به این شکل خواهد بود وسط های زیر مقاید پور کنیم
بله این چو طور قرار گرفته که اینجا هم از این قسمت ها میتونیم استفاده کنیم. اگر این تنها اینجا در زمین قرار بگیره امکان داره مضر باشه برای کف، اما وقتی کلی سطح در زمین قرار میگیره دیگه این مشکل برطرف میشه. خب یکی این چوبار من در بیشتر بزرگتر در نظر گرفتم تا از لحاظ تعادل مثلا مشکل نداشته باشه، خیلی حرکت نکنه از این سو با اون سوی دیگر. خب این چوبم که میبینین کمک نصف از این چوب بریدم اون که در اول دیدین، بله این نصف از این طرف و این بسیار فیت میه این رقمی. خب این از این قسمت بالا، بله این چوب کلن از وسط سوراخ شده کنده شده که رفته اون طرف و این چوب بالا کلن در روی از این نشسته که هیچ وقت مشکل ایجاد نمیکنه و این چوب اومده همینطوری بالا، میبینین این قسمت اومده. خب میبینین این هم سطح کار ما به این شکل، بله ما دیگه هنوز کاری به اتمام نرسیده، میتونیم این نه سنبادهش کنیم. دیگه در این قسمت من برای کیشو در نظر گرفتم که از همین چوبای 1.5 سانتی 1 سانتی 8 میل حالا به سلیقه خود ما میندازیم اینجا و کیشوی خود نصب میکنیم. مثلا این کیشویه بعد اینه مثلا نصب میکنیم در این قسمت. خب که اون چوب 8 سانتی رو گفتیم در این قسمت قرار میدیم. ما امروز این کارا رو نمیتونیم بماند برای بعد. خب خب دوستان عزیز این بود از کار امروز ما. میز کاری ما کارش به اینجا رسیده، همونطور میبینید هنوزم کارهای دیگه مانده که ما در قسمت پایین کشو برزی میخواییم بسازیم و در واده از یک روکش از این چوبای 8 میلی 1 سانتی هست میخواییم از او در روی ازی قرار بدیم دیگه تازه باتر شود. این یک میز بسیار محکمیه، ببینید میتونین از این هر رقم استفاده کنین برای میز آشپزی، میز میتونین دورش بشینین چای بخورین، میتونین روی ازی هر رقم کاری که بخوایی انجام بدین حساب کنین محکمه. دیگه این نیست که 5 ماه 6 ماه دیگه بگیم میر از این لب میشن چوبای از این در میره، نیست. هر از این طوری است که اگر 10 سال هم روی از این کار کنی یعنی میره کم هست یه نیست میخی وجود نداره که او شل شوه در بره، فاهمیدید؟ خب امیدواریم که از هر از این خوشتان آمده باشه و بتانیم یک چنین میزی نسبتاً ساده است و بسیار کاربرد خوب دارد. از لحاظ استقامتی واقعاً حرف ندارم، من استفاده کردم خوبه.
امیدوارم که از این برنامه ما خوشتان آمده باشن. دوستان عزیز لطفاً برای حمایت از ما کانال ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید، با دوستانتان شریک سازید و من منتظر انتقادات و پیشنهادات نیکتان هستیم. خب تشکر از این تعدا با ما بودیم. انشاءالله که در پروژه بعدی میبینیم. تا دیداری بعد، خدا یار می‌دهد.